در آمریکا 12 سناتور جمهوری خواه در نامه‌ای به دادستان کل نوشتند دولت بایدن به صورت عمدی در مسیر تحقیقات آرژانتین درباره ارتباط خدمه ایرانی هواپیمای توقیف شده سنگ اندازی می‌کنه. آرش علایی همکارم از واشنگتن در کنگره آمریکاست و با ما همراه میشه. آرش، هست تا بشنویم که چه جزئیاتی داره و این سناتورها به چه استناد کردن که میگن جلوی تحقیقات رو گرفته دولت. ببین، محکوم میکنند وزارت دادگستری بایدن رو که همکاری نمیکنه با آرژانتینی ها. میگویند که این 11 سناتور جمهوری خواه که در واقع خانم جونی ارنست هم کسی است که این نامه رو نوشته و امضای 10 سناتور دیگر رو گرفته، میگویند وزارت دادگستری بایدن علارغم درخواست آرژانتینیا در مورد هویت افرادی که در اون هواپیمای ونزوئلایی بودن که ایرانی ها قرض گرفتن که در بوئنوس آیرس متوقف شده، همکاری نمی کند. من امروز توی جلسه کمیته روابط خارجی سنا رفتم شرکت کردم، حداقل با 6 سناتور دموکرات و 1 سناتور جمهوری خواه در این باره صحبت کردم. هیچ کدومشون نیوشا خبر نداشتن راجع به محتوای این نامه. همه گفتن این نامه رو نخوندن، حتی راجع به این پرونده و این کیس هم اطلاع نداشتن وقتی ازشون پرسیدم. در آخر سناتور باب منندس که رئیس کمیته روابط خارجی سناست و یکی از رهبران حزب دموکرات هم به حساب میاد، به من گفت اگر همچین اتفاقی افتاده باشه و وزارت دادگستری بایدن جلوی دادن اطلاعات رو گرفته باشه، این کار اشتباه است و هر کشوری راجع به نیروهای سپاه قدس و جمهوری اسلامی اطلاعات بخواد، وزارت دادگستری آمریکا باید در اختیارش بگذاره. آرش علایی همکارم از مقابل کنگره آمریکا، ممنونم از تو.